نویسنده اصلی اینجا چی نوشته و اینو به این زبون دیگه چگونه میتوان باز گفت. بعد تموم شد رفت. ولی شاعر آنگاه که میخواد سخنی رو باز آفرینی بازگو بکنه، فقط بازگوش نمیکنه، بازسرایی میکنه. یا بازسرایی میکنه این بازآفرینی میکنه. یعنی دلش علتش چی؟ چرا جز این مگه دیوانه است که همچین کاری بکنه؟ علت این که تن میده به چنین کاری این است که میتونه در این راستا نبوغ و آفرینندگی های خودش رو با ما در میان بذاره. این است که طبیعی است که بسیاری از بخش های شاهنامه به ویژه در جاهایی که شاهنامه حالت های دراماتیک پیدا میکنه، شاهنامه حالت های نمایشنامه ای پیدا میکنه، باز به ویژه در زمین های گفتگوهایی که شخصیت های شاهنامه با هم دیگه میکنند، باز همچنین در زمینه توصیف هایی از طبیعت، از روز یا شب که در آغاز یا میان یا در میانه یا پایان قصه‌های شاهنامه باش رویاره میشیم، حتما اینها کار شخص ابوالقاسم فردوسی است. در برخی از این زمین ها که البته جای گفتگو نیست که این کار شخص فردوسی، مثلا یه جا که دیگه پیری نیز داره برای رو میکنه و هم تنگ دستی و هم سال، یعنی هم ناتوان، هم فقر و هم پیری گریبانش رو میگیره، ولی هنوز شاهنامه به پایان نرسیده است. یه شبی است و چه شب زیبایی، و پیر مرد که عمرش به نزدیک 70 شده و امیدش به یکباره برباد شده، نشسته چو عمرم به نزدیک 70، چو سالم به نزدیک 70 شد، امیدم به یکباره برباد شد. پسرش هم مرده 20-30 سال پیش از اون زمان و باغ پدری رو هم از دست داده، هیچ چیزی دیگه نداره. مرا نیست خرم کسی را که هست، که میتونه سر گوسپندی تواند برید. ولی مرا نیست خرم کسی را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. باری در چنان شبی که شبی روی شسته، شبی چون شبه روی شسته به غیر، نه ناهید پیدا نه کیوان نه تیر، نشسته بودم و غمگین از این حال و هوایی که بر من گذشته است. و همسرم، اولین یکی از به نظرم اولین و واپسین باری است که در شاهنامه از همسر فردوسی یاد می شود. همسرم که اون به نام همسر البته بهش نمیگه، دلارا یه اون یادو میگه که امشب هنگام آن است که خود شراب بخوری، و شرابی براش میاره و براش آوازی میخونه و دلنوازی میکنه از استاد پیر، و یک بار دیگه حس جاودانه جوانی رو در او بیدار میکنه و فردوسی از فردا دوباره با جان جوانتری به سرودن شاهنامه ادامه میده تا بالاخره شاهنامه رو تمام میکنه. در طول این سالیانی که شاهنامه داره سروده میشه، فقط در چندین سال اول است که ما با کسانی روبرو میشیم که فردوسی یادآوری میکنه که به من کمک کردن. این کسانی بودن که به من کمک کردن. یکیشون امیر منصوره که حالا بعداً از زبان خود فردوسی براتون خواهم خوند، و
یکی دو تای دیگه هم هستن که نامی ازشون در شاهنامه نیست، دو سه تای دیگه هم هستن که نامشون هم که البته یاد من هست برای شما بگم، بالاخره دیر یا زود از یادتون فرق مهم نیست اونم کی بودن، بلکه آدمایی بودن که به هر حال میهن خودشون رو دوست داشتن و وظیفه خودشون میدونستن که به شاعر کمک کنن. ولی نکته این است که شگفت انگیزه که از این نظرها عجیب روزگارها نزدیک هم دیگه است، شبیه هم دیگه است. آنگاه که فردوسی به دوستانش میگه که میخوام شاهنامه رو به شعر برگردونم، همه میگه هورا دل درود بر شما، بفهمید بکنید، بله من گنج شایان به شما خواهم داد. اون میگه بعد من ده ترقبه رو میذارم در اختیار شما، میگه خواهد دو من ده سلوغون رو به نام تو میکنم و فلان و فلان. ولی آنگاه که ایشون میره آغاز میکنه به کار، پس فردا از هیچ کس هیچ خبری نیست و خود ایشون هست و پسر و همسری که داره و حق هم است که یه جایی در شاهنامه بگه که جز احسنت از ایشانی نبود بهرم، بکفتن در احسنتشان زهرم. و بعد آمدن گفتن آفرین بر شما، درود بر شما، شما در این کار را میکنیم، بکفتن در احسنتشان زهرم. ولی اندکی که از این حال هوا فرا میگذره میبینه که مگر قرار بوده که برای خوشایند این و آن این کار عظیم رو ادامه بده. این است که شاهنامه رو با دلشادی و سرخوشی ادامه میده و در پایانه های کار است که داستان محمود غزنوی و سله و این چیزا پیش میاد که اون داستان رو من میذارم برای یه وقتی. فکر نمی کنم حتی شایسته اینو داشته باشه که بازگو بشه، ولی اگر لازم شد یه پیش اومدی وقتی براتون خواهم گفت. باری اینک فردوسی که در حقیقت پیشاهنگ و نمادیست و نمودیست از ایران دوستی، از عشق به زبان فارسی و از مهرورزی به ارزش‌هایی که ایران باستان رو شایسته دوست داشتن می‌کرده است. در ایران باستان چیا بوده؟ ایران باستان ما بسیاری داره به اینکه از کجا به ایران باستان نگاه کنیم. ایران باستان از یک سو امپراتوری های ایران باستان رو داشته که به نظر من هیچ کدومشون بهتر از امپراتورهای دیگر باستانی نبودن. همه امپراتوری های باستانی آدم خور، آدم کش و خون ریز بودن. همشون هر کدوم روی کار می اومدن برای انگیزه اصلیشون ثروت اندوزی و تسلط بر سراسر جهان بوده است. حتی اینجا ممکنه خیلیاتون بهتون بر بخوره، حتی من فکر میگم آنگاه نیست که آن شاه بزرگ، البته که امپراتوری بزرگی داشته و شاه بگم اعتبار شاه بزرگی هم بوده، آنگاه که داریوش شاه شاهان شاه همه جا از همه جا تا همه جا باری به یهودیان اجازه میدهد که بروند دین خودشون رو داشته باشند و و عبادتگاه خودشون هم بسازند. این و حالا بسیاری از سلطنت طلبان نازنین ما این رو گرفتن به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر،
و به ما عرضه میکنن، نه چنین چیزی نبوده، این نخستین اعلامیه حقوق بشر نیست، این نخستین نمود از اراده یک شاهنشاه بزرگ است که میدونه که و یه شاهنشاه بزرگ و شاهنشاه نوآور است که میدونه که امپراتوری عظیم خودش رو با سنت‌های گذشته نمیشه اداره کرد. این امپراتوری بیش از اون رشد کرده است که همه بتونن زیر چتر یک دین یا زیر چتر یک قانون باشند. این است که قسمی فدرالیسم رو در درون خودش می آفرینه، میگه کافیش و اصل قضیه رو اغلب فراموش میکنیم. آن شاهنشاه بزرگ میفرماید که کافیست که شما سالانه به من خراجتون رو بدین، بقیش آزادی، هر کار میخواد. و هیچی از خودش نبرزی، اصلا برای چی با ما مردم اینجا گوسفند خودمون میچورونیم، گندم خودمون رو میپرورونیم، همه کار، برای چی آخر سال یه مقداری باید به شما خراج بدیم؟ امپراتوری یعنی این دیگه. و از این نظر هیچ امپراتوری بهتر یا بدتر از اون یکی دیگه نبوده از این یکی. البته امپراتوری هرچی بیشتر خراج میگرفتن، خب البته امپراتوری بدتری میبودن، یعنی آدم نام بی انصافتری بودن. و پاسخ هم این نیست که ما خرج داریم میخوایم ارتش امپراتوری داشته ما. ارتش امپراتوری هم برای این میخوایم که بعد هم بیان هر جا ما سر گفتیم این نه آن بار بیان تو خشتک خودمون در بیاریم. ارتش امپراتوری هم مشخص پیش رو برای چی هست. مقصودم اینه که امپراتوری های ایران باستان به نظر من نبودند آن زیبایی هایی که چشم ابوالقاسم فردوسی رو گرفته بودند. اون زیبایی ها ارزش هایی بود که در فرهنگ ایران بود. برای که حالا باز سه چهار تا از قصه های شاهنامه رو که براتون بخونم خواهید دید که فردوسی به راستی نظر مثبتی به یا نظر رویالیستی، نظری شاه پرستانه یا شاه گرایانه نسبت به شاهان ایران نداره. یه نظر ابجکتیو تاریخیه. شاهی خوب کارش رو خوب انجام میده بود، ستایشش میکنه. شاهی کارش رو بد انجام میده، فردوسی بدترین سخنان رو در بارش به کار میبره. خواهید دید که چنین است که این شاه را در مغز، که این شاه را در سر من این شاه را مغز نیست در مورد شاه، حالا بعد مثالش بعد خواهد اومد. اون چیزی که فردوسی رو به ستایش ایران باستان وامی داره ارزش هایی هستن در ایران باستان، ارزش هایی که ایران باستان رو نوستالژی آدم های مثل صادق هدایت، مثل دکتر محمود هومن، مثل زبیه بهروز و حتی مثل آدم های خود مثل خود من میکنه که وقتی چشامونو میبندیم فکر میکنیم که اونجا چه جهان زیبایی بوده است که راستی، نیکی و زیبایی ارزش های بنیادی انسانیت بودند. که شاهش بر کتیبش مینوشته که ای اهورامزدا، این کشور رو از دو چیز حرص فروای، از قحط سالی و از دروغ. خب این تکون دهنده است این حرف. قحط سالی یک فنومن طبیعیه که ما نمیتونیم دربارش تصمیم بگیریم، و دروغ یه فنومن انسانیه که میتونیم دربارش کاری بکنیم. و میبینید که یه شاهی اندیشمند است، فیلسوف است. در این معنا که از یک سو طبیعت رو میبینه و یه فنومن طبیعی رو در نظر میره، وقت چون
این کتیبه باید به فشرده در یک کتیبه باید به فشرده ترین صورت بیشترین حرفا رو می‌زدن، مثل تلگراف مثلا، پول فرستید نگرانم مثلا، یعنی نباید حرف زیادی نباید می‌زدن اون تو، چون یه تیکه جواب یه تیکه سنگ بود دیگه. و اینکه ای اهورامزدا این سرزمین را پاسدار باش از قحط سالی، از خوش سالی و از دروغ. خب در این سرزمینی که شاهش این گونه فکر میکرده، علت اینکه این گونه فکر میکرده شاه اینجور بود است که فیلسوفان پیامبرانی داشتیم درش مثل زرتشت که اندکی از اندیشه هاشون رو باید هم اکنون با شما در میان بذارم پیش از اینکه به کارشاهنامه بپردازیم. این میخواین زرتشت فیلسوف پیامبر ایرانی که البته اونم از زیر بوته در نیومده، من به ناگزیر خیلی چیزها رو همینجور در هم فشرده باید عرضی کنم، وگرنه باید زوروانیسم و نخست بگم که اونا چی میگن، ولی باری فشرده از زرتشت رو بگم اکنون کافیه. زرتشت فیلسوفی بود که او رو به عنوان پیامبر نیز پذیرفته است مردم ایران، و اما فیلسوفان دیگری در غرب مثل نیچه و برخی دیگه او رو بیشتر یک فیلسوف دیدند، و به نظر من زرتشت باید جنبه پیامبریش به کنار، از نظر فیلسوف بودنش بیش از همه در قرن ما و برای ما با اهمیت. زرتشت پرسش‌های فلسفی داشت. ببینید نمیشه که آدم باید از یه جایی آغاز کنه به نمیره، یعنی اول ما باید بگیم که فلسفه چیست و فلسفه از کجاها آغاز میگه، پرسش‌های فلسفی چی هستن. این فرض کنیم که اینا رو هم میدونیم، و فرض کنیم که میدونیم که در فلسفه ما بخش‌های گوناگون داریم، انسان شناسی فلسفی داریم که پرسشش این است که انسان چیست یا انسان کیست، از کجا میاد و به کجا میرود. خداشناسی فلسفی داریم که پرسشش این است که آیا خدا هست، اگر خدا هست چیست، خدا چیست. از مفهوم اخلاق فلسفی رو داریم که پرسشش این است که آیا انسان آزاد است یا نه، آیا انسان اراده ای از خودش داره در کارهای روزمره‌اش یا نه، اسیری جبر. حالا جبر دو گونه است، جبر خدایی داریم، جبر طبیعی. جبر خدایی چون رو مثلا در اون سخن خیام می‌بینیم که میگفت که می خوردن من حق ز ازل می‌دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدا می‌دونسته در لحظه ازل که من الان در همین لحظه یا این کتاب اینو برمیگردونم میبندم یا که مثلا اینجوری میکنم. خب اگر این یکی کارش به شما برمیخوره، به من کاری نباید داشته باشین، خدا خواست در این لحظه من این کار رو بکنم. پس اگر حالا کدوم یکیش؟ آیا من این کاری که کردم به اراده خودم کردم یا به اراده خدا بود؟
اگر خدا همدان و همه توان است، ما هیچ کاری. اگر ما کاری هستیم، باید بپذیریم که خدا همدان و همه توان، اومنیشنت و اومنیپوتنت، دست کم نمیتونه باشه. اینا پرسش هایی است که در فلسفه، در اخلاق فلسفی مطرح. در همه این زمینه ها زرتشت برخورد میکنه، با همه این زمینه ها زرتشت برخورد میکنه و به بسیاری از این پرسش های ما در بسیاری از این زمینه ها پاسخ میده. پاسخ های او فشردش این میشه که، و باز تو پرانتز یادآوری بکنم که آنگاه که از دوران خدایان، اسطوره های خدایی، از دوران میتولوژی فرا گذشتیم و رسیدیم به دوران دین های تک خدا، مشکلات انسانی، مشکلات فلسفی آدمیزاد در زمینه دین مشکلات دیگری شد. یعنی چی؟ در آغاز مثلا دوران باستان ایران رو در نظر بگیرید، دوران باستان هند یا دوران باستان یونان، در آن دوران ها هر کدوم از این ملت ها یه شبکه‌ای از خدایان داشتن. مثلا فرض کنید یونان رو در نظر بیاریم، اون بالا یک خدایی نشسته بود به نام زئوس که حالا اون بالا هم گویا گفتن که کوه المپ بوده، و زئوس دختران و پسرانی داره که خود اونها دختران و پسرانی دارن، و که خود اونها باز دختران و پسرانی دارن که خود اونها باز دست نشاندگانی دارن در میان انسان ها. و نکته این است که در این شبکه، در این هایرارکی، در این هیرارشی خدایی، برخی از اینا با همدیگه دعوام دارن. یعنی مثلا وقتی که زئوس، وقتی که قهر اولیس را میفته، از کشور خودش میره به دریانوردی، به دلائلی زئوس از او دلخور میشه و به پوزایدون، پسر خودش، پوزایدون خدای دریاها، خدای آذرخش و خدای خشم و خروشه، به پوزایدون دستور میده که برو بزن و کشتی اونو داغونش کن. عصری دیگه دخترش که آناهیتا باشه، دلی در گروه این مرد داره و اون کارشکنی میکنه، میگه نه خیر نذاریم. بس یعنی درست آنگاه که کشتی اولیس توی دریا داره میره، جنگی رو که شما میبینید به راستی جنگ بین اولیس و امواج دریا نیست، جنگ بین یک خداست و خدای دیگه، و آدمیزاد این وسط بازیچه است. و تو من در یه فیلمی من اینو دیدم که خیلی هم قشنگ بازی درست کرده بودن، که اون خدایان اون بالا واسطه بودن و اینا به صورت عروسک بودن، آدم ها این پایین به صورت عروسک بودن، اینا داشتن باشون بازی میکردن. خب آیا اینه آدمیزاد؟ آیا آدمیزاد عروسک خدایانه یا نه از اراده آزاد برخورداره؟ در دین‌های، در میتولوژی که اصلا بحثی سر بر این زمینه نیست، آشکار است، از پیش آشکار است که ما بازیچه خدایان هستیم. همه انسان‌ها بازیچگانی هستند در دست خدایان. وقتی که میرسیم به دوران تک خدایی، به هنگامی که آدمیزاد همه خدایان رو حل میکنه در یک خدا، یه زئوس باشه، و پیش از اینکه همه خدایان حل بشن در یک خدا، آدمیزاد از یک سو خصلت های طبیعت رو و از سوی دیگه احساسات و توانایی خودش رو، هر کدوم آگرالیسمان کرده بود و هر کدوم از اینا رو بخشیده بود به یک خدا. مثلا یکی خدای خشم بود، یکی خدای عشق بود، یکی خدای مهربانی و باراوری بود، و
و یکی خدای موج بود، اون یکی خدای دریا بود و همه اینها رو که یگانه کرد با هم رسید به یک خدا، تک خدا. پرسش پیش اومد که خب این خدا چگونه خدایی است؟ آیا خدا سرچشمه همه نیکی ها و پاکی ها و زیبایی هاست در جهان، یا که نه زشتی و بدی و پلشتی و اینا هم ریشه ای داره در خدا؟ استغفر الله، مگه میشه که از ذات نیک جز نیک پدید بیاید؟ مگه میشه که از زیبا جز زیبا براید؟ مگه میشه که از راستی جز راستی براید؟ خب کسانی که اینجوری میاندیشند، یعنی خدا رو به راستی در مطلقیت پاک خودش میپذیرند، با این پرسش بنیادی رویارو میشن و پاسخی هم بهش ندارن که خب اگر چنین است، پس زشتی، دروغ و بدی در جهان از کجاست؟ خب خدایان، یعنی دین های تک خدا برای این پرسش به راستی پاسخی ندارن، برای که تا که شیطان رو در کار میارن از درون از نظر فلسفی دچار تناقض میشن. یعنی چی؟ یعنی که مگر شیطان آفریده خدا نیست؟ مگر خدا نیک و پاک و مبرا از هر گونه زشتی و پلشتی نیست؟ چگونه ممکن است که آفریده او این همه بد باشه؟ اون بدی اون از کجا اومده؟ به قول ناصر خسرو، خدایا فاش گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا باعث شیطان آفریدن؟ یعنی واقعا این ریگی تو کفش خودشه دیگه. خب نکته اما این است که زرتشت در همون زیباترین اندیشه های بنیادی آدمیزاد، زیباترین اندیشه های پریمیتیو آدمیزاد، شگفت ها که در همون دوران آغازین اندیشیدن آدمیزاد پدید اومدن. در همون دوران که دین های تک خدایی دارن شکل میگیرن، زرتشت نیز چون یک پیامبر فیلسوف به جهان می آید، به عرصه اندیشیدن پا می گذارد و سخنانی می گوید که البته از بنیاد مال خودش نیست، مال یعنی در ایران پیش از اون نیز این سخنان پیشینه داره، ولی او این اندیشه ها رو بسیار ژرف‌تر و بسیار سیستماتیک‌تر بیان میکنه. میگه که در گاته ها، این تیکه از گاته هاست که الان براتون میخونم از بر، که میفرماید در آغاز دو نیرو بودند که ایشان را